به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دانش آموزان گرامی و پرتلاش. امیدوارم که لحظه های زندگیتون همیشه شاد و پر از سلامتی باشه و در کنار خانواده های عزیزتون برقرار باشید. امروز درسی داریم به نام گونه شناسی که من قبل از اینکه شروع کنم این میکروفون رو بزنم که مشکلی نداشته باشیم. بچه گونه شناسی امروز ما در رابطه با ادبیات حماسی است. گفته که دو درس از شاهنامه رو و یه شعر دلیران و مردان ایران زمین رو انتخاب کرده کلاس چی کتاب و وقتی متن رو میخونیم حس و حال شور و هیجان و روحیه پهلوانی در ما برانگیخته میشود و نسبت به میهن و دفاع از آن وظیفه آمیخته با غرور ملی و سربلندی احساس میکنیم. به این گونه آثار متون حماسی. سوال اول، منظور از متون حماسی چیست؟ سوال اول، در گونه شناسی در ادبیات حماسی منظور از متون حماسی چیست؟ جواب، وقتی این متون را می‌خوانیم حس و حال شور و هیجان و روحیه پهلوانی در ما برانگیخته می شود و نسبت به میهن و دفاع از آن وظیفه ای آمیخته با غرور ملی و سربلندی احساس می کنیم. این ایجاد انگیزه که در این متون به ما دست می ده ما به اینا می گیم متون حماسی. سوال بعدی، حماسه به چه معناست؟ حماسه به چه معناست؟ جواب، حماسه به معنای دلاوری و شجاعت است. شجاعت، حالا غلط نوشتم. و در اصطلاح ادبی، پس یه سوالم اینجا پیش میاد. حماسه به چه معناست؟ سوال بعدی، در اصطلاح ادبی حماسه چیست؟ در اصطلاح ادبی حماسه چیست؟ در اصطلاح ادبی حماسه روایتی داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت است که با قهرمانی‌ها، جنگاوری‌ها و رخدادهای خلاف عادت و شگفت، یعنی خارق‌العاده در می‌آمیزد. اینجا تا البته اینجا که کتاب گفته که تاریخ تخیل یک ملت است، من زیاد با این مسئله موافق نیستم. بالاخره تاریخ تخیل یک ملت، تخیل که نمیتونه تاریخ یک ملت باشه، بالاخره برگرفته از یک تاریخ زنده و حقیقت یک دوره از نسل‌های قبلی ما و اسطوره شناسی و اسطوره‌های ما بوده. مثلا شما همین الان اسطوره‌های جنگ ما رو مثلا الان هستن، به شهادت میرسن، حماسه ها میآفرینن. شما مثلا حساب کنید 300 سال بعد، یعنی 3 قرن بعد، آیا این میتونه تاریخ تخیلی یک ملت باشه؟ مثلا 300 سال بعد از این نسل‌های در ایران بیان که مثلا آقا حماسه خرمشهری بوده که ما تخیلی بوده، مثلا این فکر نمی کنم زیاد معنی قابل قبولی به نظر من باشه. حالا کتاب نوشته. حماسه مربوط به دوران کهن است که قبایل و تیره های گوناگون متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی داده اند. به همین سبب حماسه هر ملتی بیان کننده آرمان های آن ملت است و مجاهدات آن ملت را در راه سربلندی و استقلال برای نسل‌ها. ببین اینجا رو، پس زمانی که اینجا این تعریف رو نوشته، پس منظور تاریخ تخیلی یعنی چی؟ اصلا یه تناقضی بین متن بالا و پایین وجود داره. و مجاهدت آن ملت را در راه سربلندی و استقلال
برای نسل‌های بعدی روایت می‌کند. خب اینجا سوال پیش میاد که بنویسید که حماسه و ادبیات حماسی، حماسه و ادبیات حماسی شامل چه موضوعاتی است؟ شامل چه حقیقت‌هایی رو برای ما مشخص می‌کنه؟ چه موضوعاتی رو که از اینجا خوندم؟ در حماسه تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته است. پس زمان خیال و حقیقت اینا با این رو تصدیق کنیم. و شاعر مورخ ملت و شاعر مورخ ملت به شمار می آید. بنابراین هر حماسه چند ویژگی ها دارد. پس اینجا سوال دیگه بنویسید ویژگی های ادبیات حماسی را برشمارید. ویژگی های ادبیات حماسی را برشمارید. داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت. داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت. اولین داستانی که بچه ما باهاش در شاهنامه فردوسی کتاب آورده رستم و اشکبوس هست و این داستان اینجوریه که این تورانیان که همیشه طمع رو به ایران داشتن، همیشه در جنگ و دعوا برای تصرف ایران بودن تورانیان، و لشکر و سپاهیان توران به سرکردگی شخصی پهلوانی به نام اشکبوس وارد مرزهای ایران میشه و رستم پهلوان ایرانی برای جلوگیری از پیشروی سپاه تورانیان که از کشورهای دیگه هم سرباز به خودشون آورده بودن و متحد شده بودن برای جنگ با ایرانیان وارد مرزهای ما شده بودن و می‌خواستن که در واقع ایران رو به تصرف در بیارن، از اون موقعیتشون استفاده بکنن. خب پس اشکبوس سردار و پهلوان به نام تورانی هست و رستم یکی از پهلوانان به نام شاهنامه و ایرانی که رو در روی هم وایستادن برای در واقع اشکبوس برای تصرف ایران و رستم برای دفاع از ایران. و اتفاقاتی بچه‌ها در این داستان میفته که با همین داستان رو میخونیم. سخن بر سر پیکار، پیکار یعنی نبرد، جنگ میان ایرانیان و تورانیان است. هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت نشست، کیخسرو یکی از پادشاهان در واقع کیانی باستانی، افراسیاب در سرزمین، البته کیخسرو پسر در واقع سیاوش هست، افراسیاب پادشاه تورانی در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود. سپاه توران به یاری سردارانی از سرزمین‌های دیگر به ایران میتازد. کیخسرو رستم را به یاری میخواند. اشکبوس پهلوان سپاه توران به میدان میآید و مبارزه میجوید، یعنی حریف میطلبه. یکی دو تن از سپاه ایران پای به میدان مینهند و اما سرانجام رستم پیاده به میدان میرود. نبرد رستم با اشکبوس از عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چالاکی و دلاوری و زبان‌آوری هم با هم آمیخته است. این داستان هم لحنی طنزآمیز بعضی جاها داره و خب کل شعر هم که حکایت از جنگ و دلاوری و شجاعت داره. هر نکته رو که بچه ها من خدمتتون میگم حتما یادداشت بفرمایید. خروش یعنی هایوهو، قیامت، خروش سواران و اسپان، اسب در پهلوی اشکانی و ساسانی به همینجور نوشته می شود، اسب با پ. خروش سواران و اسپان ز دشت، دشت نبرد، یعنی
ز بهرام و کیوان همی برگذشت. بچه ها کیوان و بهرام دوتا سیاره بودن که در ادبیات نیاکانی ما در فرهنگ و متون ایران باستان نماد و سمبل بلندی بودن، اوج بلندی بودن. اینجا بهرام و کیوان در واقع نماد اوج و بلندی و آسمانه. ز بهرام و کیوان همی برگذشت، یعنی رد شد از اینها، هم رد شد که اینجا یک آرای اغراق‌گویی داریم. چی از کیوان و بهرام رد شد؟ خروش اون سواران، اون مبارزان و اسبانی که در کشاکش نبرد غوغا می‌کردن، بزن بزن و داد فریاد و کشت و کشتاری که برا انداخته بودن. شاعر این اوضاع جنگ رو به صورت خرق عادت یا اغراق‌گویی برای ما داره نمایش میده و تصویرسازی میکنه. پس دشت، اینجا دشت نبرده، منظور دشت نبرد چیه؟ دشت چیه؟ دشت اون میدان نبردی است که در اونجا غوغا و داد و فریاد سواران اسبها، شیهه اسبا به هم آمیخته و این شور و غوغا و قیامت میدان جنگ از کیوان و بهرام بالاتر رفته. یعنی ببین این شدت، این مثلا میتونی مفهومش رو اینجا به شدت جنگ که ما اینجا تصویر سازی کنیم، خیلی شدید بوده جنگ. خب همه تیغ و ساعد زخون بود لعل، خروشان دل خواب در زیر نعل. بچه بین لعل و نعل جناس ناهمسان وجود داره که اختلاف فقط در لام و نون هست. جناس ناهمسان وجود داره، دوتاش هم با هم دیگه در واقع قافیه بیت ما هستن. در بیت قبلم دشت با برگذشت قافیه ما رو تشکیل میده. خب میگه که شمشیرها و دستها زخون بود لعل. لعل همون رنگ لعل، سنگ لعل مشهورتر سرخه دیگه، اینه سرخی خون منظورشه. میگه انقدر کشت و کشتار بود که شمشیرها، و اینجا شمشیر هم اینجا میتونیم مجاز از ذکر جز اراده کل بگیریم، مثلا مجاز از همه وسایل جنگی، تبالها، نیزه ها، خنجرها و شمشیرها و گرزها، کمان، همه چی خونی شده، اینا میتونیم بگیم. ساعد دستها، لباس، اینم میتونیم مجاز بگیریم. صورتها، دستها، همه جا رو خون فرا گرفته. خروشان دل خاک، دل خاک. ببینید بچه ها این دل خاک اضافه استعاره مکنیه و تشخیصه. خاک که دل نداره که، ما خاک رو به آدم تشبیه کردیم که اون آدم دل داره، دل رو به این دادیم، اضافه استعاره مکنیه داریم اینجا تشخیص. دل خاک، اینجا خاک زمین رو میگه، خروشیدن رو هم بهش نسبت دادیم. این زیر نعل مال نعل اسبه، میگه انقدر این رفت و آمد و در واقع کشت و کشتا، حرکت اسبها و دویدن اسبها و که پاهاشون رو میکوبیدن روی میدان خاک میدان نبرد، در اثر این کوبیدن نعلها در واقع خاکم زمینم دیگه صداش در اومده بود، یعنی اعتراض میکرد، داد و فریاد میکرد خدایا این چه حال و روزیه که پیدا شده. بازم در این بیت ما اغراق رو داریم. پس خروشیدن رو که به خاک و دل رو به خاک نسبت میدیم، اینجا آرای تشخیص یا همان جانبخشی هم داریم. در زیر نعل، یعنی انقدر این نعل اسبا پاهاشون رو میکوبیدن در میدان جنگ به روی زمین که صدای زمین هم در اومده بود.
بازم اقرار. نماند ایچ، ایچ یعنی هیچ، با روی خورشید رنگ. میگه که روی خورشید عین دل خاک بچه ها. خب خاک دل نداره، خب خورشید هم که صورت نداره. خب بازم اینجا ما آرایه تشخیص داریم. میگه که چونا از دو تا بیت قبلی وام میگیریم، میگیم که انقدر این میدان جنگ و کشت و کشتار و حرکت اسباح و شیهه و داد و فریاد و غوغا بیشتر بود، از عظمت و اون دهشتناکی و وحشت و ترس این میدان جنگ خورشید رنگ باخته بود، یعنی چهرهش زرد شده بود. ترس اونو که میترسه خب طبیعتاً چهرهش زرد میشه دیگه. خب رنگ پریدگی خورشید آرای تشخیص داریم در اینجا. خب این یک. به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ، عین این میمونه دیگه. میگه در اثر این غوغا و فریاد و کشت و کشتار و اینا چی شده بود؟ خاک از اون میدان بلند شده بود و روی کوها و سنگ‌ها نشسته بود. این شدت این جنگ چقدر بیشتر بود. شاعر هنوز داره براعت استحلال میکنه که وضعیت چجوری، هنوز وارد بحث اصلی رستم و اشبوس نشد. بچه ها بین کوه، بین سنگ، بین خاک تمنا دارم که یک آرایه مرات نظیر زیبایی. بر کوه و سنگ مجاز از همه جا. ببینید خب خاک که بلند میشه فقط روی سنگ و کوه که نمیشینه، که همه جا میشینه. پس آرایه مجاز داریم. به جوش آمده خاک، به جوش اومده یعنی خاک، اون عصبانیت خاک رو میشه. اینجا هم آره تشخیص هم داریم، به جوش و آچه جوش میزنیش، عصبانی هستی. اینجا هم خاک در واقع مجاز از زمین. آرای تشخیص داریم. دو، آرای مجاز داریم. سه، کوه و سنگ و خاک آرای مرات نظیر داریم. اغراق داریم، این چقدر آرای داریم. و اینجا هم بازم تشخیص داریم. بین سنگ و جناس، زنگ و سنگ، جناس ناهمسان داریم. ببینید یه بیت چند تا آرایه میتونه داشته باشه. کار فردوسی رو به زیبایی دارید اینجا میبینید. خب بیت بعدی. به لشکر چنین گفت کاموس گرد. کاموس بچه یکی از فرماندهان تورانیان بود که داشت سپاهیان توران رو رهبری میکرد که به یه جورایی بر سپاه ایران پیروز بشن. کاموس اینجا یادتون باشه. به لشکر چنین گفت کاموس گرد. گرد یعنی پهلوان. کاموس گرد یعنی کاموس که پهلوان بود. چی گفت؟ یه دوتا نقطه لازمه. که گر آسمان را بباید سپرد، یعنی اگر قراره که ما از آسمان هم رد بشیم، یعنی اگر کار سخت‌تر از اینم باشه، منظورش اینه. خب دستیابی به آسمان سخته دیگه. ولی کاموس به سپاهیانش میگه که سپردن طی کردن، رد کردن. میگه اگه قراره که ما قدم روی آسمانم بگذاریم که از این جنگ رد شیم، بسپریم، بسپردن یعنی در واقع طی کردن، رد شدن، عبور کردن، چیکار باید بکنیم؟ بازم اینجا اغراق داره. همه تیغ و گرز و کمند آورید. میگه سپاهیان من شمشیرها و نیزه ها و گرز و تورهای اسیر کردن و تناب ها رو همه رو جمع کنید. اینجا تیغ و گرز و کمان مجاز از همه وسایل جنگی، هر چیزی که تو جنگ لازمه. کمانداوری آماده کنید، به ایرانیان
تنگ و بند آورید، یعنی سخت بگیرید به ایرانی ها، نذارید کسی فرار بکنه، هر کی جلوتون اومد در واقع نابودش بکنید. به ایرانیان تنگ و بند آورید، یعنی گرفتنی ها رو بگیرید، اسیر کنید، عرصه رو براش رو تنگ کنید، نذارید نفس بکشن ایرانی ها، یه جوری به جنگی که نتونن فکر بکنن چی کار باید بکنن. همین معنی ها از این یه جوری در میاد. دلیری پهلوانی، بچه در شاهنامه این کجا به معنی یکی از نکته های دستوری شاهنامه معنی که هست، کجا یعنی که، دلیری که نام او اشبوس بود. حالا داره یواش یواش فردوسی به داستان خودشو نزدیک میکنه. همی برخروشید برسان کوس، کوس یعنی تبل، تبلایی که در جنگ دهول هم بهش میگن بچه ها، دهول. برسانه اداه تشبیه بچه ها. یه نکته اینجا بگم بچه ها، برسانه بسانه این دوتا میتونن اداه تشبیه باشن، ولی بدینسان بدینسان اداه نیست. پس برسانه بسانه اداه تشبیه میتونه باشه، ولی بدینسان اداه تشبیه نمیتونه باشه. خب چه کسی به چه چیزی تشبیه شده؟ اشبوس میشه مشبه، برسانه میشه اداه تشبیه، تبل و دهل و کوس میشه مشبهون، به برخروشیده میشه وجه شبه. دیدید دیگه اون هیئت هایی که تو ماهای محرم میکوبن به دهل، از اون تبل های بلند، هی این دو سه نفر هم از این برو من میگیرن، یه نفر هی میکوبه به اونا میگن دهل، تبل های بزرگ، کوس. پس چی به چی تشبیه شده؟ اشبوس به تبل و دهل تشبیه شده، یعنی هی داشت کری میخوند، هی میومد جلو که کیه که مثلا یه هم نبرد میخواست، یک مثلا جلو ده او ای نفس کش مثلا بیایید من میخوام کلک همه تونو بکنم، کری میخوند. خب اینو پاک میکنم. خب میگه که بیامد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبرد اندر آورد بگرد. میگه اشبوس اومده بود با دبدبه و کپکپه و اینا، با نجسخانی، بیامد که جوید، یعنی به جوید جستجو کند ز ایران نبرد، یعنی با ایران بجنگه، همه رو از تیغ بگذرونه، و سر هم نبرد یعنی حریفشو، هم نبرد حریف مقابلش رو، اندر آورد به گرد. بچه ها به گرد اندر آوردن کنایه از شکست دادنه، یه آرایه کنایه داریم اینجا. پس این اشکوس اومده بود چیکار کنه؟ کار یک سره بکنه، هر کی هم که جلوشه بزنه و همه رو داغون کنه و اون در واقع اون هیکل و پهلوانیت خودش رو به رخ همه هم تورانیان و هم ایرانیان بکشه. سر هم نبرد اندر آرد بگرد، یعنی حریف خودش رو شکست بده و نابود بکنه. این مفهوم از این در بشه. حالا بچه ها کی میره جلوی این رجزخانی این اشبوس رو که اومده بود وسط میدان با اسبش اینور اونور میرفت، هی کری میخونه، هی فوش و بد و بیرا میگفت، حریف میطلبید، کی جلویش رفت برای اولین بار از بین سپاهی ها اینام بگیرید؟ فردی به نام رهام، اینو یادداشت بکنید، یکی از پهلوانان ایرانی به نام رهام
داوطلب میشه که بره جواب این رجزخانی اشخاص رو بده. بشد، حواستون باشه، بشد یعنی برفت، رفت. تیز یعنی سریع، تیز اینجا ایهام داره بچه ها. تیز یعنی خب تیز بودن، برنده، ولی تیز اینجا یعنی سریع، بلا فاصله، بدون معطلی. میگه که روحان با خود و گبر، خود و گبر اینجا مجاز از خود یعنی کلاه آهنی جنگی، کلاه جنگی، گبر یعنی زره، گبر یعنی زره. حالا خود و گبر اینجا مجاز از، مجاز از آمادگی کامل برای جنگ، یعنی همه لباساشو پوشیده بود، آماده بود، فقط منتظر دستوری بود که از طرف فرمانده سپاه رو ساده بشه و اینم به تازه بره جلوش. با خود و گبر برفت یعنی آماده، زره آماده، شمشیر، تبا، گرز، همه چی از همه چی آماده است برای جنگیدن. چی کار کنه؟ همین گرد رز اندر آورد به ابر. گرد رز، اولا اینجا در واقع اضافه تشبیهی داریم، رز که گرد نداره، ولی بچه یک کنایه اینجا داریم، گرد رز به ابر اندر آوردن کنایه از شروع جنگ و نبرد. این یک. ولی اینجا یه دونه در واقع مجاز داریم، مجاز ابر رو گفته ولی آسمان رو اراده کرده، مجاز رو گفته، دقت بفرمایید اینجا، ولی آسمان رو منظورش، به جای اینکه بگه که این گرد و خاک دشت نبرد رو به آسمون بلند کنه، به جای اینکه آسمون بگه، ابر آورده، ذکر جز اراده کل کرده، از آسمان ابر رو گفته ولی منظور نظرش همون آسمونه، که اینجا ما باید حواسمون باشه که اینو اینجا در جریان. بشد تیز روحان با خود و گبر، میگه که آماده شد، گفت من آمادم که برم جواب اشکوس رو بدم. همین گرد رزم اندر آمد به ابر، میگه که رفت و اسبش رو به حرکت داره و که دیگه انشالله بره جواب این کوری های اشکوس رو بده. خب پاک کنم اینجا رو. براویخت، براویختن یعنی جنگیدن، تم به یقه به یقه شدن، جنگیدن یعنی جنگ تم به تن، جنگ تم به تن، به قول خودمون یقه به یقه شدن. براویخت روحام با عشق بوس، میگه رسیدم به هم دیگه، جنگ دیگه شروع شد. برآمد ز هر دو سپه، هر دو سپه یعنی سپاه ایران و اون طرف سپاه. خب بچه یک توضیح بدم، رسم و رسوم جنگ، شروع جنگ اینجوری بود که یه نفر از سپاه مقابل و یه نفر از این وریا انتخاب بشدن که برن یک کاری بخونن، با هم بجنگن. هر سپاهی که اون پهلوانی که انتخاب شده که بره در ابتدای جنگ به جنگه، اگه پیروز میشد تو روحیه سربازا خیلی تأثیر داشت، این اگر شکست میخورد سپاهش تضعیف میشد از لحاظ روحیه، و اگر پیروز میشد خب خیلی به نفع کل سپاه تموم شد. اینجا که روحان میره با اشکوس، اون از ایرانیان، اشکوس از تورانیان، میخوان جلوی دید همه سپاه دو طرف همدیگه رو لط و پار بکنن، اینجا خیلی اهمیت داره که متاسفانه روحام که منتخب سپاه ایران بود در برابر اشکوس شکست می‌خوره و پا به فرار می‌گذاره. میگه که ها، می‌خواستم اینو بگم بچه‌ها، رسم و رسوم
اون ابتدایی که گفتن یه نفر از این ور یه نفر از اون ور انتخاب شدن، دو تا پهلوان نامی و اینا که شروع میکردن به زد و خورده مثلا کشتن هم دیگه، هر دو طرف شروع میکردن به شیپور و دو 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 تبلو اینا. و دیدی تو فوتبال اینا نمیدونم ای تشویق میکنن تماشاگرای طرفدارن، مثلا طرفدارای اونا اونجا مثلا این ور اونجا تشویق میکنن هی تبلو و دهل و شیپور و داد و فریاد، این وریا هم دیدید این صحنه ها رو. همین اتفاق بچه یادگار همون دوران جنگ هایی بود که اینجوری تن به تن بود، یعنی اون وریا پهلوان خودش رو تشویق میکردن، این وریا پهلوان خودش رو تشویق میکردن و این تشویقات تأثیر داشت در روحیه اون پهلوانی که قراره مثلا پیروز بشه. و هر پهلوان پیروز میشد و اون طرف شکست خورد، دیگه از اون طرف که بوق و طبل و شیپور و اینا بود، اونا دیگه صداشون خفه میشد، روحیاشون تضعیف میشد و احتمال اینکه شکست بخورن خیلی زیاد. ببین اینجا چی میگه؟ میگه براویخت روحام با عشق بود. میگه روحام همین که خودشو با اسبش رسون به نزد عشق بود، دیگه سخن مخنی نبود، گفتگوی وجود، همین که رسیدن شروع کردن به براویختن یعنی جنگ کردن. وقتی که اینو شروع کرد چه اتفاقی افتاد؟ برآمد یعنی بلند شد، برآمد یعنی بلند شد، زهر دو سپه بوغ و کوس، یعنی شیپ بوغ یعنی صدای طبل و شیپور و دهل و غوغا، اونا داشتن اشکوز رو تشویق میکردن، اینا هم داشتن روحام رو تشویق میکردن. برا اومد زهر دو سپه بوغ و کوس، طبل اینا داشتن هی میزدن که حریفشون بترسه. این هم که صحنه از رستم با اشکوزه که یک نقاشی خیالی از دو نفر. خب بچه ها اینا که به هم رسیدن چه اتفاق میفته؟ این دو نفر روحان با عشقوس که به هم میرسن، عادت عشقوس این بود که اول با شمشیر و تیر و خنجر کاری نداشت، اول با این گرز، اون دیدید یک وسیله جنگی سنگینی بود که با اون به حریف که میزدی اگه تابنن نمی آورد همونجا دخلش در می آورد. این وسیله سنگینی بود که این سرش میخ میخ آهنی و فولادی بود، به سر هر که فرود می اومد در همونجا دخل طرف رو می آورد. ببینید چی میگه؟ میگه که به گرز گران، گران یعنی اینجا ایهام داره ها، گران نگه گرونه، نه گران یعنی سنگین، ایهام داره اینجا، گران ایهام داره و دارای دو تا معنیه، یکی گران یعنی در واقع پرقیمت، ولی معنای دوم که سنگینه. خب به گرز گران یعنی چی؟ به گرز سنگین، خیلی سنگینه. دست برد عشق بود، دست بردن یعنی بالا بردن، این به اینجوری بالا بود. چیکار کرد؟ بچه ها همین که اشکوس گرز و برد بالا بزنه، اغراق دیگه، مثلای دوم، زمین آهنین شد، سپه آبنوس. آبنوس هم یه درختیست که در واقع زرد رنگ چیزاش و منظور درخت آبنوس مطمع نظر نیست، رنگ میشه، زرد رنگی این آبنوسه. زمین آهنین شد یعنی زمین سفت شد، خشکید از ترسش، سپهرم زرد شد، اونم ترسید. پس سپه این آسمان، زمین، زمین اینم بازم آرایه اغراق داره که میگه که همین که اشکوس گرز و برد بالا تا بزنه روحام رو، در اثر این عظمت کار
زمین از ترسش خشکش زد، آسمان هم وقتی صحنه رو دید که چقدر هیبت داره این، رنگش زرد شد، مثل آبنوس شد، زرد شد. اقراب داریم و در واقع تشخیص هم داریم. خب بچه ها، وقتی که اشپوس، خب رسم و رسوم جنگ این بود که اگه پهلوان مقابل با شمشیر حمله میکرد، رسم پهلوانی بود که اینم باید از غلاف شمشیر رو میکشید. اگه طرف با نیزه حمله میکرد، اینم با نیزه حمله میکرد. اگه با خنجر رو میکشید، طرف هم خنجر رو میکشید. اینجا میگه که وقتی که اشپوس اون گرز و برد بالا بزنه، روحام هم چیکار کرد؟ براهیخت روحام گرز گران. روحام هم گرزشو بالا برد که ابتدای شروع جنگ با این وسیله‌های جنگی سنگین شروع بشه. اونم اینو با گرز داشت میزد، اینم اونو با گرز داشت میزد. براهیخت، براهیختن یعنی زدن، بالا بردن. براهیخت روحام گرز گران. خب بچه ها، انقدر اینا همدیگر رو، خب دست میخواد، بازو میخواد، قدرت میخواد، انقدر اینا همدیگر رو با گرز کوبیدن، لتوپار کردن، دستاشون خسته شد. یعنی دست دیگه توان بردن این گرز، این 7-8 کیلوی بالاهای اووردن پایین نداشت. ببینید چی میگه؟ غمی شد ز پیکار دست سران. سران این دوتا پهلوانه، سران سر به اضافه الفنون جمع دیگه، سر فرمانده دیگه، پهلوان. سر اینجا منظور همون اشپوس و اشپوس و چیه؟ روحامه. غمی شد، سوال امتحانه، یعنی خسته شد. غمی شد ننویسی بازم ناراحت شد. اینا نکته هست که حتما یاد داره. غمی شد یعنی خسته شد. خسته شد ز پیکار، یعنی از اون هی می بردن پایین، هی می زدن هم دیگر رو جاخاری می دادن. خب گرزم سنگینه، این شمشیر سبک نیست. خب دیگه 10 دقیقه 20 دقیقه اینو هی بزنه، خب دست خسته میشه و از توان میفت. پس غمی شد یعنی خسته شد. چی خسته شد؟ دست پی ز پیکار، این از جنگ، دست این دوتا اشپوس و روحام دیگه خسته شد، مجبور شدن که وسیله جنگی رو دیگه عوضش بکنن، چون دیدن که نه اون تونست به این کاری بکنه و نه این به اون تونست به این بکنه. یعنی اگر جنگ رو میدیدن که این وسیله جنگی جواب نمیده، با یه وسیله جنگی دیگه ای رو شروع میکردن، همدیگه رو زدن. خب بچه، وقتی که این اتفاق افتاد و روحام یواش یواش دید که کم آورده و تاب مقاومت در برابر اشپوس رو نداره، برخلاف انتظار ایرانیان چیکار کرد؟ چو روحام گشت از کشانی ستوه. میگه که کشانی، بچه اینجا محل سرزمین، تولد سرزمین اشپوسه. کشانی یک ناحیه‌ای در، مثلا اگه ایران توران باشه، مثلا اهوازی بوده، یا مثلا سیستانی بوده، یا آذربایجانی بوده، یا مثلا شمالی بوده. این کشانی، کوشان، یه شهری بوده که در توران بوده که اشپوس اونجا متولد شده بوده. توجه می‌فرمایید؟ پس خواهش هم اینه که بچه ها، این کشانی، این که مثلا میگه اشپوس کشانی، فامیلیشو مثلا، یا مثلا نسبت اون جایی که متولد شده، میگه که چو، یعنی وقتی که چو روحام، میگه وقتی که روحام از اشپوس به ستوه آمد، یعنی یواش یواش دید که کاری نمیتونه بکنه و کم میاره و حریفش نیست، چیکار کرد؟ بپیچید زو، میگه از
رو در روی با اشکوز بپیچید، انصراف داد، برگشت، اسبشو برگردون، شد یعنی رفت سوی کوه. در شاهنامه شد به معنی رفته. بپیچید زوروی یعنی پا به فرار گذاشت. بچه فرار را برقرار ترجیح دید که نمیتونه، حریفش نیست، هر چه زد اصلا نه که نمیزنه. بنابراین حواستون باشه بچه ها، اینجا بپیچید زورو یعنی پا به فرار گذاشت و رفت سوی کوها، یعنی خودش از میدان جنگ بکند و با اسبش برو که رفتی و جلوی سپاه دو طرف دیدن که ای بابا عجب پهلوان فرستادن اینا. ایرانی ها با این کار روها ضایع شدن و بعد جوری هم ضایع شدن و خبر به فرمانده سپاه ایران توس رسید که بابا این کیه فرستادی آبروی ما رو برد، و تورانیان دارن هلهله و شادی میکنن که این کی بود اینو فرستادی به جنگ پهلوان ما. پس چو روحان گشت از کشانی ستو، بپیچید زوروی و شد سوی کوه. میگه که الفرار ز قلب سپاه اندر آشفت توس، بزد اسب کاید بر اش بوس. میگه که از مرکز قلب، یعنی مرکز قلب سپاه، یعنی مرکز سپاه. بچه ها اگر شما میدان جنگ رو در نظر بگیرید، میدان جنگ قدیم سه تا محور داشت. محور اول همون قلب سپاه بود، یه طرف میمنه بود، یه طرف میسره بود، یعنی این مرکزیت سپاه مهمترین جای بود که فرمانده سپاه اونجا می نشست و جنگ رو مدیریت میکرد. پس قلب سپاه، میمنه، میسره، یعنی هر جا رو داشت کنترل میکرد. توس فرمانده ایرانی که تو اون مرکز سپاه داشت جنگ رو نظارت میکرد و پیش میبرد، رهبریت میکرد و هی دستورات خودش رو به جلو و چپ و راست ارسال میکرد، وقتی دید که روحام شکست رو پذیرفته و پا به فرار گذاشته، خودش دست به کار میشه تا بره جواب اشکوس رو بده. این فرمانده خودش داره میگه که ز قلب سپاه اندر آشفت. تو آشفت ناراحت شد، ای با آبرو رفت، بزد اسب، اسبشو به حرکت در آورد، کاید، که آید، کاید مخففه، که آید بره، یعنی پیش اشبوس. میگه تصمیم گیره که دیگه خودش دست به کار بشه و بره جواب این اشبوس رو بده. خب ببین چه اتفاق میفته. تهمتن بر آشفت و با توس گفت، که روحام را جام باد است جفت. گفت با جفت جناس ناهمسان میتونه درست. بچه لقب رستم در شاهنامه تهمتنه، می نویسم اینجا تهمتن. بچه ها تهم به معنی سخت، زبر، خشن، محکم. تهمتن یا تهمتن کسی که بدنش هیکلیه، سختنه، قویه، عظیم و جسه است. پس اگر سوال امتحانی بدیم که لقب رستم در داستانهای شاهنامه چیه؟ تهمتنه. تهمتن کسی که داره جسمی قوی، هیکل و عظیم و جسو سختن. پس اینجا به جای اینکه فردوسی به جای اینکه بگه رستم ناراحت شد، لقب رستم آورده، گفته که رستم چیکار کرد؟ رستهمتن برا شفت، یعنی ناراحت شد،
و بالت با به معنی به در شاهنامه با به معنی به هست، یعنی به جای که بتوس گفت میگه باتوس گفت چی؟ رستم دید که توس داره داوطلبان خودش و خب ناراحت شد پیش توس گفت کجا داری میری؟ سپاه به کی داری میسپاری؟ فرمانده سپاه توی، تو هم بری کشته بشی خب سپاه چیکار کنه؟ تو نباید روحامو میفرستادی، اشتباه کردی. ببینید میگه که روحام را جام باد است جو، میگه که اون شرابخاره، میگه اون جفت این رفیق بودن، میگه تو نباید روحام رو به جنگ با رستم میفرستادی. چرا فرستادی؟ آبروی ما رو برد و پا به فرار گذاشت. چرا روحام فرار کرد؟ به نظر رستم کسی که اهل عیش و نوشه، روح جام بادن جام شراب دیگه، بادن شراب، جفت بودن روحام با بادش، این بابا این اهل عیش و نوشه، اهل جنگ نیست، چرا اینو فرستادی؟ نباید میفرستادی. و رستم گله میکنه از کار توس که چرا شما برای اولین بار روحام رو تو میدونستی که این از عهده اشپوس بر نمیاد، چرا فرستادی که با اشپوس به جنگی؟ و خب اتفاق افتاد اون که نباید میافتاد و روحام میدون خالی گذاشت و فرار کرد. بچه این راهی که اینجا اومده، این راه نشانه فک اضافه است. فک چی؟ اضافه است، یعنی مضاف مضافون الیه درست میکنه، یعنی روحام جفت جام باد است، روحام جفت جام باد، یعنی این رفیق شراب و ایشونوش و این اهل جنگ. البته روحام پهلوان بوده، نمیگیم که پهلوان نبوده، ولی تو اون بره، تو اون لحظه ها کار روحام در واقع این نبوده که باید میبوده و نباید این اتفاق میافتاد. رستم گله میکنه، میگه که تو میدونستی که روحام اهل جنگ نیست، ولی چرا فرستادی؟ حالا تو نباید بری، تو وایسا، من خودم میرم جوابشون میدم. کار به اینجا میکشه. تو قلب سپه را به آیین بدار. تو اینجا منظور توسه، توس. بچه رستم برگشت به توس گفت که تو قرب، تو نیازیست بری، تو همون تو مرکز سپاه ایران وایستا، سربازا ببینن که تو زنده ای، من خودم تنها پیاده با اسبم نمیرم، خودم پیاده میرم کلاکشو میکنم. ببین چی میگه؟ میگه تو قلب سپاه را به آیین بدار، بدار حفظ کن، بدار یعنی حفظ کن، به آیین، با اون رسم و رسومی که فرمانده ای تو کجا بخوای بری؟ وقتی سرباز هست رستمی، وقتی که من هستم تو چرا باید بری؟ تو مواظب مرکز سپاه باش. تو قلب، یعنی ای توس، تو قلب سپاه را به آیین بدار، یعنی حفظ کن. من اکنون، من رستم خودشو میگه، پیاده کنم کارزار. کارزار یعنی نبرد، کارزار یعنی اونم چجوری؟ بدون اسب، رخشو با خودش نمیبره. رستم میگه من خودم میرم، که میدونم چجوری باش بجنگم. خب پس بچه ها، توس حرف رستم رو قبول میکنه و میره به همون سر جای خودش برای هدایت سپاه، اونجا میسته. و رستم که همیشه در لحظه های پرخطر و لحظه هایی که خیلی دیگه وضعیت بغرنج بود، همیشه به داد ایران میرسید، در شاهنامه اینجا میره. چجوری میره؟ میگه من اکنون پیاده کنم کارزار، میگه من پیاده میرم و حساب کتاب اشکوس رو باهاش صاف میکنم. کمان به زهرا به بازو فکند،
بازو اینجا مجاز از دست، بازو مجاز از دست. ولی کمان به زه کنایه از کمان آماده. میدونید دیگه سربازا و تیراندازا و اونایی که تیرانداز کمان بودن قبل از شروع جنگ، این اگه قرار بود فردا جنگ بشه، امروز اون زه کمان، خود کمان رو یک روغنکاری میکردن و با روغنهای مخصوص. اون موقع ها چون زه ها از روده های حیوان ها بودی خوش میشد، اینا رو آماده میکردن. به این آمادگی کمان میگفتن کمان به زه، کمان به زه، کمانی که آماده است هر لحظه که زه رو بکشی و بزنی طرف رو. پس اینجا بچه ایده که کنایه داریم، کمان به زه کمان آماده، به بازو فکر در دستاش گرفت، اینجوری ببینید اینجوری گرفت بازو، خب اینجا بازوه، اینجا که نمیدونم اینجا رو میگه، ولی دست رو داره از مجاز دست. به بند کمر بر بزد تیر چند، و دو سه تا تیر به کمر، کمر اینجا کمربند، بند کمر این همون کمربند، بزد تیر چند، چند تا تیر رو بچه رستم، یکی از ویژگی های جنگیدن رستمی بود که قبل از جنگ آقایون این دو سه تا تیر مخصوصی رو که خودش میساخت تو کمرش یا تو تیردانش میذاشت که به وقت مقتضی از اون استفاده بکنه. به بند کمر بر زد تیر چند، این چند تا تیری رو که قبلا خودش از چوب مخصوص این رو میساخت و آماده نگه میداشت همراه خودش به میدان بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ خروشی داد زد که مرد رزم آزمای، مرد رزم آزمای منظور اینجا اشکوسه، اشکوس میگه ای مثلا جنگجو، اینجوری هماوردت آمد مشو باز جای، میگه که هماورد این حریف، هماورد یعنی حریف جنگی، حریفت رستم که حریفت روحان نبود، حریفت منم، اومدم از جا تکون نخور دارم میام، مشو باز جای یعنی از جا تکون نخور یا دارم میام، میام که حسابتو برسم. بچه آورد، آورد یعنی در واقع جنگ در شاهنامه. اگه به این آورد گاه اضافه کنیم، گاه پسوند گاه یعنی کارگاه آموزشگاه، این آورد با گاه میشه آوردگاه، خب این میشه میدان جنگ، خود میدان جنگ. حالا اگه این گاهو حذف بکنیم به آورد یه پیشوند هم اضافه کنیم، یه پیشوند هم رو اضافه کنیم میشه هما، سرهم نوشته میشه هماورد، هماورد یعنی حریف، حریف جنگی، یعنی میگیم هم حریف، شما میگه هم کلاس، هماورد یعنی حریف، حریف جنگی، خیلی توجه بکنید. پس آوردگاه بچه ها، آوردگاه به معنای میدان نبرد، هماورد یعنی حریف جنگیه. حالا آقا خب پس بچه ها وقتی که رستم میاد و رو در روی اشکوس میسته، و
برمیگرده بهش میگه که از جات تکون نخور، مشو باز جای. میگه از جات تکون نخور که من اومدم، پدرتو در میارم، هم آوردت حریفت منم. که مرد رزمازمای، رزمازمای یعنی جنگجو. بچه ها رزمازمای یعنی چی؟ جنگجو. ای مرد رزمازمای یعنی ای جنگ، منظور اینجا اشبوس کشانی. خب بچه ها وقتی که رستم رسید و اعلام حضور کرد و به اشکوس کش که از جا تکون نخور، هماورد تعریفت اومد، منم رستم دستان، کشانی وقتی که رستم رو دید، خب نمیشناخت که رستم رو دید، که این چیزی با خودش نیاورده، نه اسبی، نه چیزی، نه هیچی، فقط یه تیر و یک کمان اینا آورده و پیاده داره میاد به سمت کشانی یا همون اشکوس که روی اسب داشت خودشو نشون میداد و هی میرفت با اسبش اینور. وقتی که اینو تو این حالت دید خندش گرفت که چرا اینجوری داریم، اسبی نه تبالی نه چیزی. ببینید کشانی بخندید و خیره به ما تعجب کرد چرا اینجوری، این دیگه کیه اینجوری. انان را گران کرد و او را بخوان. انان دهنه اسب دیگه، اینه که مثلا بچا روی اسب نشسته هی میره این ور و اون ور، یهو میبینه که از دور یه نفر اومد داره کری میخونه، میگه از جا تکون نخور، من رستم دارم حساب تو، هر حریفت منم، یهو افسار رو میکشه. انان را گران کرد یعنی ایستاد، کنایه است. انان را گرد کرد یعنی افسار اسب و کشی، یهو ایستاد. این کی داره داد میزنه اینو صدا میکنه، این صدا یهودی که یه نفر پیاده داره بهش نزدیک میشه و هی داره فریاد میکشه که هماوردت منم و دارم یا حساب تو برسن. این انان را گران کردن که فکرت حتما در نظرتون باشه، یعنی ایستاد، اسبشو نگه داشت، حواسشو جمع کرد، این او را بخوان. خب اینجا بیرم، یعنی وقتی همون لحظه که ایستاد اشکوس برگشت به ارسطو گفت که بیا جلوتر ببینم، او را بخوان. او اینجا منظور رستمه ها، حواستون موقع، اون اینجا رستم. خب چی شد؟ بدو گفت خندان. این در حالی که مزحکه میکرد و داشت رستم رو مسخره میکرد، میخندید براش که این چه وضع اومدنه. نام تو چیست؟ گفت ببینم اسم چیه؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟ داره پیش‌داوری میکنه، یه جوری داره روحیه طرف که اصلا اینا یکی از بچه اصول جنگه که تو رجزخونی ها بعضی متلک های حریف ها به هم مینداختن که واقعا روحیه طرف رو تضعیف میکرد یا ناراحتش میکردن، خشمگینش میکردن. اشکوس برگش در حالی که میخندید گفت که تن بی سر تو را کی میخواد به تن بی سر، یعنی دارم از همین الان کشتم دیگه، یعنی کار تمام. میگه تن بی سر را کی خواهد گریست؟ میگه تو که با این وضع اومدی، نه اسبی نه وسیله‌ای و آماده، من خیال که این آماده نیست. خب تو که با این وضع اومدی اینجا، کی میخواد به این مرگ تو؟ تن بیستن مرگ دیگه، میگه برای مرگ تو کی میخواد گریه بکنه؟ بچه در جواب اشکوس که این با مزاح و مضحکه و خنده این حرفا رو حواله رستم میکرد، رستم برگشت بهش گفت که تمتن چنین داد پاسخ کنام، چه پرسی که از این پس نبینی تو کام. نام با کام
جناس ناهمسان قافیه ما رو تشکیل میده. برگشت تهمتن که خب لقب رستمه، میگه که نام من رو واسه چی میپرسی؟ جواب رو ببین بچه، جواب خیلی جالب و میچسبه. میگه اسم من رو میخوای؟ اسم من چه درد میخوره تو که قراره بمیری؟ ببینید میگه چه پرسی نام که از این پس نبینی تو کام؟ کام این آرزو دیگه. میگه تو که قراره از این به بعد بمیری، اسم من به چه دردتو میخوره؟ این جواب خیلی قشنگ و جفت و جوب داده میشه. آها، میخواید دیگه واقعا بدون اسم من چیه؟ حالا عیب نداره، من اسمم بهت میگم. مرا مادرم نام را، اینجا نشانه فک اضافه است، این را نشانه بچه فک اضافه است، مضاف مضافون اله درست میکنه اینجوری. مرا مادرم نام، این مادرم نام من را، اینجوری میشه مادرم نام من را، این نام یا سر جاش میشه مضاف، منم که اینجا به را چسبیده میشه مضافون اله. این را رو ما بعدا خودمون اضافه میکنیم. در واقع این را نشانه این خط کسره هست که مضاف مضافون اله درست میکنه. آها باشه، اسمت میگم، میدونی اسم من چیه؟ میگه مادرم نام من را مرگ تو گذاشته. جالبه، اسم من مرگ توه. مطلق رو ببین خیلی از ریشه میزنه. زمانه یعنی سرنوشت روزگار مرا پتک ترگ تو کرد. پتک همون دو چیز دیگه، گرز، چکش بزرگ. پس اینجا پتک، پتک همون گرزه دیگه بچه ها، گرز. ترگ تو کرد، ترگ هم کلاه جنگ. میگه میگه من وسیله کشته شدن تو هم. دقت بفرمایید، دقت. زمان مرا پتک ترگ تو کرد یعنی چی؟ یعنی سرنوشت مرا وسیله مرگ تو قرار داده است. یعنی تو قراره به دست من کشته بشی. بازم تکرار میکنم، مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمان مرا پتک ترگ تو کرد. میگه تو که دیگه وسواس این هستی اسم منو بدونی، مادر من وقتی منو به دنیا آورد نام من را مرگ تو کرد، اینجا قرار داد، قرار داد، نامید. خب زمانه یعنی سرنوشت روزگار مرا، را اینجا حرف در واقع مفعولیه، نشانه مفعولیه، یعنی مرا وسیله مرگ تو قرار داد. بازم اینجا قرار داد. مفهومش چیه؟ مفهوم این بیت چیه؟ میگه که قراره که تقدیر و سرنوشتی که تو به دست من کشته میشه. یعنی جواب رو قاطعانه رستم واقعا خیلی اینجا جواب رو به زیبایی میده. بچه ها مرگ با ترگ جناس ناهمسان درست میکنه، این یه مطلب. واجارایی صامت میم و را خیلی دیده میشه، واجارایی میم و ر، و اینا رو هم در نظر بگیرید. خب بچه ها رستم جواب اشبروس رو که هی کاری میخون و روحام هم که فرار کرده بود و کارو از این و در واقع وضعیت رو به اینجوری بحرانی کرده بود، داره جوابای اشپورس رو یکی پس از دیگری میده. بچه ها وقتی که رستم
خودش اینجوری به اشپوس معرفی میکنه، کشانی یا همان اشپوس برمیگرده به رستم، میگه که کشانی بدو گفت، یعنی کشانی برگشت به رستم گفت که بی بارگی. بچه باره یاد میدونید دیگه، باره به معنی اسب دیگه، باره یعنی اسب، بی بارگی یعنی بدون اسب. خب میدونید دیگه در جنگ های تن به تن اسب خیلی مهمه و اونایی که سوار بر اسب، خب موقعیت جنگیشون بهتره دیگه از اون که پیاده است. بنابراین کشانی یا همون اشپوس برمیگرده به رستم میگه که تو که بدون اسب اومدی، ببینید بی بارگی یعنی بدون اسب، به کشتن دهی سر به یک بارگی، میگه سرتو به باد میدی، تو که اینجوری اومدی پیاده، چون میدونی دیگه رستم پیاده رفته به جنگ، میگه تو که اینجوری پیاده به جنگ من اومدی، 100% بدون که از همین الان شکست خورده هستی و میکشمت و تو رو از بین خواهم برد. جواب این بیبارگی بودن رستم چی بود؟ میگه که تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، بدوی یعنی به او، بدو یعنی به او، چی؟ اشپوس، که ای بیهوده مرد پرخاش جوی. پرخاش جوی یعنی جنگجو، پرخاش جوی یعنی جنگجو. ای بیهوده مرد پرخاش جو، منظورش اشپوس، میگه ای جنگجویی که داری وقت تو تلف میکنی، الکی داری خودتو راضی نگه میداری که هی به من متلک بار میکنی، میکشم اینجوری میکنم، و میگه واسه چی داری بیهوده وقتتو تلف میکنی و چرت و پرت داری به من میگی؟ ای بیهوده گو یعنی چی؟ کسی که حرفای بی ریشه میزنه، بی اساس میزنه. پرخاشجو یعنی جنگ. پیاده ندیدی که جنگ آورد، میگه تا به حال ببینم تو پیاده جنگیدن رو ندیدی؟ داره متلک، طنزی که در شروع گونه شناسی ما داشتیم یادتونه، گفتیم طنز با دلاوری و شجاعت اینا قاطی شده، طنز اینجاست، میگه که عجب پیاده تا به حال ندیدی کسی پیاده به جنگ، همش با اسب جنگیدی تو. سر سرکشان را زیر سنگ آورد، سر کسی را زیر سنگ آوردن کنایه از بچه ها، کنایه خیلی خوبیه، سر سرکشان را زیر سنگ آوردن کنایه از کشتنه، کنایه از. پس جریان اینه که رستم برگشت به اشپوس گفت که تو که هی اس میگی، هی میگی پیاده اومدم، اینجوری چجوری جرأت کردم پیاده اومدم، ببینم تو تا به حال پیاده جنگیدن رو ندیدی، یاد نگرفتی، تو همیشه با اسب میجنگیدی و تا به حال ندیدی که اونو که پیاده میجنگه چجوری حریفاشو شکست میده و از بین میبره، تو این صحنه ها رو تو ندیدی. عجب عجب، میدونی لحن رو با یه جو میگی اینجوری باید بخونی، ای پیاده ندیدی چه جنگ آوران، سر سرکشان زیر سنگ آوران، عجب. اینجوری باید بخونی که بتونی بیت رو رهبریت بکنی تو ذهنت و بفهمی که اون لحنش چجوری باید دادن، یعنی لحن این بیت با اون یکی بیت رو فهم. عجب. آها، همکنون تو را ای نبرد سوار، میگه کسی که سوار نبرد سوار، این کسی که بدون سوار جنگ یاد نگرفتی، نبرد سوار یا چی؟ کسی که تا به حال بدون سوار پیاده جنگیدن رو یاد نگرفتی. ببینید، همکنون تو را ای نبرد سوار، یعنی ای کسی که تا به حال پیاده نجنگیدی، ای کسی که تا به حال پیاده نجنگیدی، همش روی اسب
می جنگیدی؟ پیاده بیاموزمت کارزار، یعنی به تو گفتیم اگر ضمیر متصل به فعل بچسبه، خب تو را به تو پیاده جنگیدن رو یاد میدم، پیاده جنگیدن رو بهت یاد میدم. ای کسی که تا به حال پیاده جنگیدن رو نده، ای اون لحن رو باید حواستون باشه. من لحن رو دوباره ادا میکنم. تهمتن چون این داد پاسخ به گو بدو، یعنی به او. ای بیوده مرد برخاش، تو تا به حال ندیدی پیاده جنگیدن؟ ندیدی؟ عجب عجب عجب، تا به حال ندیدی چجوری میجنگن؟ راست تو رو خدا ندیدی چجوری میجنگن، چجوری شکست میدن، چجوری سر طرف رو میزنن به سنگ؟ عیبی نداره بابا، جای من خودم پیاده جنگیدن رو بهت یاد میدم. ببینید طنز اینجا خودشو نشون میده و لحن اون ادای اون دو تا بیت با اون بیت های دیگه، یعنی تاکتیکه ها، یعنی رستم با این لحنش داره دیگه واقعا رو اعصاب اشکوس داره رامه، یه جوره اینو از اون حالت در واقع تمرکز اشکوس رو تو جنگ، خود تو جنگ در خیلی تمرکز حرف اول رو میزن. رستم با این لحن و ادایی که داره در میاره پیاده رفته داره هی ریشخند به اشمویه، ای بابا تو تا با جنگ پیاده جنگ رو ندیدی، یعنی با این کارش میخواد که در واقع اون تمرکز و در واقع اون دید والای اشکوس رو در جنگ به هم بریزه تا بتونه ضربه نهایی خودش رو بزنه. خب بیت بعدی میگه که آها، میگه یه چیز یادم رفت بهت بگم. ببین لحنو ببین، آها ای بابا یه چیزی گفتم و بذار یه چیزم بهت میگه واسه چی من پیاده اومدم. واقعا نمیدی من چرا پیاده اومدم؟ اشکوس میگه، اشکوس همینجور داره نگاه میگه که میگه من چرا پیاده اومدم بدون اسب اومدم؟ آها اونم بهت میگم چرا پیاده اومدم. پیاده مرازان فرستاد توس، میگه ای بابا میدونی فرمانده من توس چرا منو پیاده به جنگ تو فرستاده؟ که تا اسب بستانم از اشکوس، که اومدم اسب تو با خودم ببرم دیگه، نهایت در واقع ضربه زدن به روحیه اینجا اشکوس. میگه که نمیدونستی، حالا اونو که گفتم به جا نمیدونم من واسه چی پیاده اومدم باهات بجنگم. ای بابا اومدم اسب تو وقتی که تو رو کشتم برگشت، پیاده اومدم ولی برگشتن با اسب تو برمیگرده، این به خاطر خب من که با اسبم میومدم خب نمیشد که، لخره کلک تو رو میکنم سوار اسب قشنگت میشم خب برمیگردم. ببین چقدر زیبایی ها و تصویر سازی های فردوسی در اینجا خودشو نشون میده و تاکتیک جنگی رستم رو در اینجا به نمایش میگذاره و در واقع به ما به زیبایی این مرا پیاده زان فرستاد توس، میگه که توس فرمانده من میدونی چرا منو پیاده فرستاده؟ تا اسب بستانم از اشکوس، میگه اومدم اسب تو با خودم ببرم و کلک تو رو بکنم و کارو اینجا تموم بکنم. خب عرضم خدمتتون که وقتی که بچه ها کشانی یا همان اشکوس این متلک های واقعا شکننده و واقعا ریشه‌دار رستم از اون میشنوه، یهو برمیگرده به حالا این حرفاشو شروع میکنه، میگه که کشانی بدو گفت با تو سلیح، نبینم همی جز فسوس و مزی. میگه که من چرا با تو سلاحی نمیبینم؟ توی تیکمون رو برده چند تیر بخوره تو بردی؟ شمشیری، خنجری، تبالی، شمشیر چیزی؟ اسبی؟ میگه من سلاحی
به غیر از مزاح، مزی یعنی مزاح، سلیح یعنی سلاح، ممال دیگه، تبدیل آ به ای. اگه ما آ رو، مثبت آ رو به ای تبدیل بکنیم، ما بهش میگیم بچه ها ممال، ممال یعنی سلاح رو، این آه سلاح رو تبدیل میکنیم به ای، میشه سلیح، سلاح، سلیح. یا ببینید مزاح آور میداریم، آخت میزنیم، ای اضافه میکنیم، میشه مزاح، میشه مزیح، تبدیل مثبت آ به ای میشه ممال، ممال. اسلام، ببینید اسلام میشه اسلیم، تبدیل مثبت آ به ای میشه ممال. اینجا کشانی بر بگرده به رستم، میگه تو که هیچی با خودت نیوردی، نه خنجری، نه تنابی، نه شمشیری، چی بوده؟ اینم داره مثلا یه جورایی مثلا متلک میندازه. کشانی بدو گفت با تو سلیح، نبینم همی جز فسوس و مزی. میگه من به غیر از تو مسخره. فسوس و مزی یعنی چی؟ تفریح. اومده تفریح کنه یا بجنگی؟ سلاح تو تفریحه؟ سلاح شمشیر تو مزاحه؟ آها، اینم داره به رستم متلک. آها، من فهمیدم بابا سلاح، الان فهمیدم چرا اسباب وسایل جنگی تو نیاوردی، شمشیر تو مسخره بازیه، مثلا نمیدونم خنجر تو مزاح کردنه. میبینید میگه سلاحی به غیر از فسوس و مزی با تو نمیبینم، تو اومدی فقط با من تفریح بکنی و این باعث مرگ تو میشه، تو نمیتونی با این وسایلی که نیاوردی از عهده من بر بیای. پس بچه این ممال یادتون نره. کشانی بدو گفت با تو سلیح، نبینم همی جز فسوس و مزی. من به غیر از مزاح و شوخی و اینجور چیزا چیز دیگه پیش تو، اینم داره این محتلی که خودشون میدازه. حالا جواب این بچه ها تو بیت بعدی میگه بدو گفت رستم که تیر و کمان، ببین تا همکنون سر آری زمان. رستم تنزو، ای بابا صبر کن، سر آری زمان یعنی چی؟ سر آری زمان، آهای بایسته تیر و کمان میخوا شمش. بابا اونم برات نشون میدم، چه کجای کاری. ببینید داره اینو کوری میخونم، به هم عجیب، اونم حالت تنز میگه که آها تیر و کمون میخواد، بابا وایستا اونم به تیر و کمونم به تیر کمون سهله، شمشیر و خنجرم بهت یاد نشون میده. یعنی دیگه واقعا دیگه این دوتا پهلوان دیگه جنگ رو گذاشتن کنار، بچه ها دارن کوری هایی میخونن که عجیب، دارن رو خورمخ هم، روی اعصاب هم دارن. پس سراری زمان، یکی یکم تحمل کن، وایستا یکم تحمل کن، صبر کن. خنجر و تیر و تیر و کمان مجاز از همه وسایل جنگی اینجا، بچه حواستون باشه، تیر و کمان اینجا مجاز از همه وسایل جنگی. ببین مشاهد، ببین الان همکنون نشونت میدم دیگه بچه ها. از اینجا به بعد که کوری ها تموم میشه و در واقع این به اون و اون به این هی متلک بار میکنن و دیگه همدیگر رو یک ارزیابی میکنن و حواس همدیگر رو پرت میکنن، دیگه از این بیت، بیت 29 جنگ عملا و علنا شروع میشه و این دوتا پهلوان به جان هم میفتن و در پایان کارم انشاءالله در جلسه بعد، پس از بیت 29 انشاءالله در جلسه بعد من این توضیحات رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.